به نام خدا. به فرا خبر خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در این برنامه خواهید دید: ائتلاف مخالفان سیاسی رئیس جمهور همراه با انتقادهای شدید از کارکردهای حکومت. آیا این ائتلاف در عملی برای ختم مشکلات موجود در کشور دارد؟ هر کسی که بر حکومت کار میکنه و از حکومت نمیخواد، از حکومت آزرده باشه یا نمیخواد که در حکومت کار بکنه، بهترین رایش ایست که از حکومت استعفا بده و از امتیازات حکومت دست بکشه. و چهره شگفت‌انگیز زیباترین کودک جهان. ائتلاف بزرگ ملی که متشکل از احزاب ملی، شوراهای مردمی، جامعه مدنی و نمایندگان ولایت‌های مختلف از بتازگی اعلام موجودیت کرد. آنان با شعار برطرف کردن خلاهای موجود در کشور و معرفی یک نامزد واحد در انتخابات آینده ریاست جمهوری، همچنان انتقادها از کارکردها و برخورد دوگانه یا حکومت در میان اقوام کشور را مطرح ساختند و نیز این جریان گام را برای متحد ساختن مردم افغانستان مطرح نمودند. حضور شماره چهره‌های حکومتی در این ائتلاف انتقادها را به همراه داشت و شماره هم خواستار کنارگیری آنان از مقام‌هایشان شدند. بله، چگونگی شکل گرفتن این ائتلاف و نیز دوام و مؤثریت آن با حضور افرادی که هم جزء از حکومت هستند و هم عضو این ائتلاف چگونه خواهد بود؟ مهمانان من در این بحث آقای بشیر احمد تایانج، سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی، و آقای گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان هستند. مهمانان عزیز، سلام به شما. سپاس می‌گذارم از حضورتان در تولون نیوز. آقای تایانج، بحث را با شما آغاز می‌کنیم. در آغاز بگویید که چی شد این ائتلاف شکل بگیره، یعنی هدف از تشکیل این ائتلاف چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما، خدمت همکارا، جناب استاد مددزی و مجموعه بینندگان سلام تقدیم می‌کنیم. در شرایطی که افغانستان، مردم افغانستان به سر میبره، یک شرایط خیلی حساس، دشوار و خطرناک است. ما 4 سال دردناکترین لحظات، دردناکترین روزها را در افغانستان سپری کردیم که میبایست برای دورنمای آینده افغانستان، برای آینده افغانستان، برای امروز، برای فردای افغانستان، جریانهای بزرگ سیاسی و شخصیتهای تاثیرگذار باید میکانیزم و استراتژی و پلان و برنامه‌های خوب و مدون و در خور به حساب ضرورت زمان را باید داشته باشد. به این اساس از ماها بدین سو شکل، در واقع شروع شکلگیری یک ائتلاف مطرح شد. در اول ما تانستیم که با 3 حزب قدرتمند افغانستان، جنبش ملی اسلامی افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، ائتلاف نجات را شکل بدیم. و در اوجه یک چیز را گفتیم که در ائتلاف برای تمام جریان ها، برای تمام کتلاع مردمی باز است، بنابراین اعضا و شخصیت های دیگه هم میتونن بپیوندن. خوشبختانه اعضای دیگری از جنوب افغانستان، از شرق و غرب افغانستان آمدن. هدف عمده تشکیل این ائتلاف در شرایط امروز با توجه به نابسامانی که شما شرک کردین چی بوده؟ چند مورد شما فهرست کردین؟ یقینا ما 6 اصل اساسی داریم که ائتلاف زیادتر روی از او تشکیل شده. ما دیروز در اعلان موجودیت خود امیر مفصلتر خدمت مردم افغانستان مطرح کردیم و ایرا مشروطتر و واضحتر توضیح میدیم. منشور بزرگ ائتلاف خود را داریم. او 6 اصل عبارت از انتخابات، از صلح و مذاکرات، از وحدت ملی، حکومت داری، مبارزه با فساد و رشد اقتصادی و کاریابی است. در مورد بخش موضوعات شما واقعا یک طرح عملی هم داریم که چگونه پیش برین و چگونه عملی بشه؟ یقینا طرحهای عملی داریم. طرح عملی را خدا خواسته باشه در هفته‌های نزدیک، در ماه‌های نزدیک شما شاهدش خواهد بودین. ما امروز در پروسه، در آستانه پروسه بزرگ انتخابات قرار داریم. ما در مورد انتخابات طرح و برنامه‌های خود، اول خود در قالب احزاب، یعنی بخش بزرگی از جریان‌های سیاسی که امروز در مورد انتخابات با حکومت افغانستان داخل تماس هستند، داخل مذاکره هستند، با کمیسیون انتخابات داخل مذاکره هستند، طرح‌های خود را از او طریق ما پیشکش کردیم. و در این حال امروز امنیت افغانستان، امروز اقتصاد افغانستان، امروز صلح افغانستان به بنبست رسیده و در تمام به حساب عرصه ما ناکامی های را شاهد هستیم و شاهد بودیم و می باشیم که بنابراین ما روی از اینات، روی طرح ها، برنامه ها و میکانیزم های خود را داریم. سپاس گزارم آقای مددزی. سلام به شما. آقای مددزی، چگونگی شکل گرفتن قانونی و حقوقی همین گونه ائتلاف ها را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما و تایان صاحب و بنده های محترم. از نقطه نظر حقوقی اصل بر این است که کسانی که یک حکومت را تشکیل میتن، باز نمیتنن زدی و حکومت هم ائتلاف را تشکیل بدن.
اینجا دو نقطه بسیار مهم است. یکی که کدام حکومت؟ حکومتی که مطابق با قانون ایجاد شوه، مطابق با قانون عمل کنه. متاسفانه در کشور ما مشکل اساسی شکلگیری حکومت هم که همه ما شاهدی زو بوده مطابق با قانونی اساسی نبود. حکومت کنونی فراتر از قانونی اساسی بر مبنای یک توافق سیاسی شکل گرفت و بعدن اشخاصی که حکومت را تصاحب شدن چنان فکر کردن که این حکومت و مقامات حکومتی غنیمت شخصیشان است و هر طوری که میخوان استعمال بکنن امو رقم دلخواه استعمال میکنن نه مطابق با احکام قانون. بنابراین تعداد کثیری از هوادارای حکومت که در درون حکومت همراهشان بودن اینها را به اصطلاح چنان به حاشیه راندن که جز به یک حرکت بیرون از قانون دیگه برش فرصت باقی نماند. امی اطلافی که شکل گرفته یعنی این معلول اونمو به اصطلاح اعمال پراتر از قانون سران حکومت موجوده هستند که حتی نزدیکترین و معاونین خود را به این مجبور ساختن که اطلاف در قبالش تشکیل شکل گرفتن بزن. خود اینمی اطلاف جنبه قانونی داره؟ ما امیر عرض کردم میبینین اطلاف ها را تشکیل دادن حق قانونی تمام ادبای افغانستان است. اما اینجا بعضی یک اصول اخلاقی هم برای شکل گرفتن ائتلاف بکار است. وقتی که شما میبینین که معاون اول ریاست اجرایی یا معاون اول رئیس جمهور اعضای برجسته ائتلاف هستند، سوال اینجا پیدا میشه که در برابر حکومتی که مطابق با قانون حرکت کنه این چیز جایز نیست، اما در برابر حکومتی که خودش مطیع قانون نیست چاره جز شکل گیری ائتلاف ها برای کسانی که منتقد حکومت هستند و در درون حکومت نمیتانند حرف قانونی خود به کرسی بشن دیگه چاره برش نماندن. خب یعنی این یک عکس العمل غیر قانونی در برابر حرکت غیر قانونی است. ببینین ولی قانون چی حکم میکنه؟ مثلا شما بیشتر گفتین میکنن یک کسی نمیتونه که خودش هم جز حکومت باشه و هم بره جز این ائتلاف باشه. خب امیر رقم باز حکومت هم نباید قانون را زیر پا بکنن. مثلا وقتی که شما میبینین جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرایی هر آنچه را که دلشان است بالای دیگرا تحمیل میکنن نه مطابق با قانون، پس دیگرا چی کنن؟ در کجا این کار کردن آقای مددزایی؟ شما ببینین معاون اول رئیس جمهور 14 ماه بیرون از کشور بودن و با وجود از اینکه قانون اساسی تبعید هیچ یکی از اتباع کشور را در داخل و خارج نمیپذیرند، ولی در مطبوعات شما به عنوان تبعید مطرح شد. معاون اول رئیس جمهور رد شد و خود معاون اول هم بود که برای تداوی رفته بود. آقای مددزایی خب به هر صورتش تا وقتی که پس نامده بودن امی مطبوعات امی حرفا را زمزمه میکردن. به هر حال شما ببینین هر کاری که حکومت فعلی میکنه کدام کارش با قانون هست؟ ولی مهم این است که نمی کسایی که در این حکومت حق دارن که در ائتلاف باشن یا نه. کوتاه بگین ببینین ما میگم حق هر افغان است ائتلاف تشکیل بده، یعنی قانون منع نکرده. تشکیل ائتلاف یک بحث است، ولی کسایی که هم در حکومت هستن و هم میرن در ائتلاف میباشن این موضوع چگونه است آقای مددزایی؟ در قوانین افغانستان به عنوان یک ماده خاصی وجود نداره که کسی که معاون رئیس جمهور است نمیتونن ائتلاف را تشکیل بدن، اما اخلاق سیاسی حکم میکنه که کار نکنن. چون حکومت ما پیشترم عرض کردم چون حکومت پابند هیچ ضابطه حقوقی نیست، یعنی رئیس جمهور و رئیس اجرایی هم کدام قاعده حقوقی را رعایت نمیکنه، بنان معاونین ازیا هم کدام قاعده حقوقی را رعایت نکردن، یعنی هر دویشان از لحاظ حقوقی چون حکومت خلاف قانون عمل میکنه ائتلافش هم خلاف قانون است. شما آقای تعین شما چی پاسخ میدین اونچه که بس موضوع اخلاقی را مطرح میسازن؟ مثلا کسانی در حکومت هستن که هم جزء این ائتلاف شدن مثل صلاح الدین ربانی یا آقای جنرال دوستم هم میگم آقای محقق. با تایید گفته های جناب استاد 162 ماده داره قانون اساسی افغانستان، 12 فصل داره. در هیچ جای قانون اساسی ایتو یک ماده نامده که مثلا سیاسیون کشور، شخصیت های تاثیرگذار کشور چی در بدنه حکومت هستن چی در بیرون از حکومت هستن ائتلاف ساخته نمیتونه. بله بس اخلاق سیاسی رو بس اخلاق سیاسی امروز ما در اساس ترین مرحله از تاریخ افغانستان قرار داریم. آقای تنجم این بحث تا لحظات بعد ادامه میدیم. بیندو عزیز ادامه این بحث هم پس از میان برنامه ببینید. باز هم خوش آمدید آقای تنج. بس اخلاق سیاسی مطرح ساختن بگوین. امروز افغانستان در یک مرحله خیلی اساس
تاریخ خود قرار داره. مردم افغانستان شاهد است. اما طوری که ما در بود امنیتی ده ها صد ها مشکل را داریم، اگر حکومت 50 50 تقسیم است، امروز جغرافیای افغانستان بین طالب و حکومت 50 50 تقسیم است. 50% خاک شما در اختیار شما نیست. پروسه صلح شما به بنبست رسیده. اقتصاد به خرابترین به حساب به اون مرحله و مدارج خود. من اجازه بدید من میام اینجا میام فقط دو جمله میسازم. وقتی که این مشکلات وجود داره، کسایی که در حکومت هستن چرا برای حل این مشکلات کار نمیکنن تا اینکه در اطراف حضور پیدا میکنن؟ من براتون میگم ببینید 54 فیصد مردم افغانستان بیکار هستند. خط فقر از هر زمان دیگه به حساب مو جای سرخ مرحله سرخ خود رسیده، به حساب گراف سرخ خود رسیده. در عین حال ما در 3 ماه بعد انتخابات ولسی زیرگر که یک بخش حکومت افغانستان دولت افغانستان تشکیل میده در آستانه از او قرار داده. آلی اعذاب شخصیت ها و جریان های تاثیرگذار سیاسی دست به لاشه بشینن، هر چه که اینمی حکومت که اونم رو قبول بکنن یا که در مورد سرنوشت کشور مردم خود مسئولانه باشه. یعنی ببینین 4 سال گذشته رو مردم افغانستان شاهد هستن. یک بخش ما مددزای صاحب گفتن، ما اون صاحب اول از روز اول گفتن که برادر برات رای دادیم، حمایت کردیم، خودتانو به ارگ بردیم، رساندیم شما را ما به حساب رئیس جمهور خود ساختیم. اینی طرح ماست، اینی برنامه ماست، خصوصا در موارد امنیتی. کدام بحث ما شنیده شد؟ یک موضوع در مورد استاد محمد محقق که همیشه انتقاد است که میگن که برادر یادم هم رئیس ریاست اجرایی است، هم در ائتلاف چی میکنه. اما چقدر حرف از این آدم شنیده؟ پیشتر یک کسی تقریبا به نظرم غیر مسئولانه بود، میگه که این آدم از ایران که آمده بود رئیس جمهور ایران میخواست که به حساب برطرف کنه، از صلاحیت رئیس جمهور نیست ایران برطرف کنه، این با اساس آرای خود آمده، با اساس توافق حکومت وحدت ملی آمده. سوال را که آقای تاین مطرح ساختن، مثلا در خبر هم که ما پیشتر داشتیم یکی از مشاوران رئیس جمهور میگه که نمیای که هم در حکومت هستن و هم میرن در ائتلاف، هم یا چی میخواین؟ خب برن در ائتلاف کار بکنن و امتیازات حکومت نگیرن دیگه. بر ما نظر شخصی هیچگاه قابل بحث نیست. او مشاور آقا که ماش دلاری خود را گرفته زیر کولر خواست، ولی اگر رئیس جمهور هم رو دمی 6 ماه یک سال اگر دیده باشه، اگر دیده باشه پرسان کنی تو چه مشوره خوب بر رئیس جمهور دادی که او از مشوره تو کار گرفته وضعیت ده؟ موضوعی را که مطمئن میسوزن آقای تاین چقدر مهم است؟ مثلا کسی که هم امتیازات حکومت هم میگیره و هم میره در زد حکومت در جریان داخل شما میشه. اگر او آدم اگبش میار سیاست یا بر واقع در واقع بیانیه حکومت میدانین، دیروز بعد از نشر به حساب ایجاد ائتلاف ریاست جمهوری یک اعلامیه صادر کرد، گفت که دوی اعلامیه گفت که ائتلاف ها اقشان است، ما با اینا میبینم و تمام طرح ها و برنامه هایشان هم میشنم. بنابراین او گپ و آقایی که غیر مسئولانه گپ میزنه بر ما میار شده نمیتونم. آقای مددزایی در بخش دیگه، حالا که نیمه ائتلاف شکل گرفته، مسئولیت ها و وظایف اینا چی میتونه باشه؟ مثلا اینا وقتی که ادعای را مطرح میسازن، انتقادایی را که مطرح میسازن، بر حل این انتقادا چی کار کرده میتونن؟ البته موضوعی که یک جز از اینا در حکومت هم هستن فراموش نکنیم. خب طوری که ما پیشتر اشاره کردم، ائتلاف حق مردمی افغانستان است، اما با رعایت همون نزاکت های سیاسی که در یک نظام باید باشه. خب متاسفانه در افغانستان از بالا تا پایین پابندی نزاکت ها نیستن، بنابراین چنین نابسامانی ها عرض وجود میکنه که یک شخص هم در درون حکومت باشه و هم بیرون حکومت شوه. این مشکلات ناشی از این است که حکومت بر مبنای قانون عمل نمیکنه و زمینه یک مقابله را. پس شما خیلی در مورد کارایی این جریان ها خوشبین نیستین آقای مددزایی؟ اما تا جایی که گذشته نشان داده، تیان صاحب به نمایندگی از امو ائتلاف حضور دارن، نمیدانم که چقدر مردم افغانستان بالای این ائتلاف ها باور خواهد کردن. سیاسیون افغانستان در مجموع یک تکلیف دارن. او تکلیف ایست که هموارا دلشان قدرت میخواین که در قدرت باشن، اما امو مکلفیتی که باز برای مقام قدرت راجی است در برابر ملت، هیچ کس او را نمیپذیره و شانه خالی میکنه. پس هدف تشکیل این ائتلاف شما چی میبینید آقای مددزایی؟ این که بحث منافع ملی افغانستان بوده، این که به قدرت رسیده. ببینین شما در 40 سال اخیر، لاقل 40 سال اخیر افغانستان که شما سیاست را میبینین، سیاسیون را میبینین، با امی شکل به اصطلاح زد و بندهای کردن و چند روز جور بودن و بس پس ناجور شدن، در حقیقت در افغانستان تا آل ائتلاف هایی که شکل گرفته بیشتر یک عکس العمل بوده در برابر یک وضعیت، یعنی یک ائتلاف نبوده که از قبل سر هدفش فکر شده باشه. حالا امی ائتلاف هم
از خودکامگی حکومت بالاخره مامورین حکومت مجبور شدن در مقابلش یک اطلاعات بسازن. این یک عکس العمل است در حقیقت. ولی اینا تا چه اندازه میتونه آقای مددزایی که حکومت به چالش بکشن؟ هدف مهم این است که حکومت به چالش بکشن. هدف خوشبختی ملت هست. از بدبختی ملت را نجات دادن باید هدف باشه، نه اینکه خود را به کرسی برسانن. متاسفانه تا امروز امیر رقم است. پس باور شما با توجه به این موضوع آخر هم که شروع کردین، کارای اینا دیگه چگونه خواهد بود وقتی که تجربه گذشته شما مطرح ساختین؟ کاملا سیاست در افغانستان تا به امروز سیاسیون افغانستان یک امتحان خوب به ملت افغانستان ندادن. بنابراین ما در عمل منتظر میشیم که چی میکنن. با تجارب گذشته اگر نگاه کنیم، یعنی خوشبینی بسیار کم هست، به دلیل از اینکه تجارب گذشته منفی بوده، ائتلاف های شکل گرفته، همه ما شاهدش بودیم، بسیار زود پاشیده. حتی امی دو تیمی که امروز رئیس اجرایی و رئیس جمهور به نمایندگی از او به اصطلاح حاکمیت افغانستان را در دست خود متمرکز ساخته، امی اشخاص جزی از ائتلاف ها یا به اصطلاح حامیای ازیا بودند. این امی رقم حمایت ها عکس‌العملی شکل میگیرن و عکس‌العملی بالاخره امو عمل که گم میشه، عکس‌العمل خود به خود سقوط میکنه. بنابراین ما منتظر ازی باید باشیم که خدا کنه این ائتلاف یک ائتلاف نباشه که فقط برای عکس‌العمل حکومت باشه، بلکه به خاطر خوشبخت ساختن ملت باید طرحی داشته باشن که او عملا ملت را از این بدبختی 40 ساله بیرون کنه، نه اینکه اینها در مزیقه قرار گرفتن خود را از مزیقه بیرون کنه. آقای تیانگ، بحث وحدت نظر و عمل در میان این اعضای ائتلاف چگونه است؟ تا چه اندازه روی موضوعات اینا هماهنگ پیش میره؟ شما اول تاریخ از تاریخ که ائتلاف نجات شکل گرفت شما توجه داشته باشین، تقریبا یک سال گذشت. در بین یک سال ما همیشه موازی مشترک داشتیم در موارد مختلف. خود از این میرسانه که ما وجوه مشترک خود را پیدا کردیم. ببینین در مقابل ما یک حکومت تقریبا عمل کردش غیر مسئولانه است، عمل کردش انحصارگرایانه است و همیشه صلاحیت های سیاسی، اقتصادی، نظامی در اختیار یک حلقه کوچک بوده. از نقطه نظر امنیتی هیچ نقطه از افغانستان امروز امن و مسئول و امنیت نیست. از نقطه نظر اقتصادی که تمام نقاط افغانستانه که میگیم، یعنی مردم افغانستان، مردم ما مثلا عزیز به جنبش هستیم، امروز از فقر اقتصادی، از ناامنی رنج میبره. اما شورای قندار که به ما آمدن، امونا هم این مشکل را داره، شورای مشرقی هم این مشکل را داره، جمعیت اسلامی هم داره، وقتی که ایز به میوار افغانستان، میوار مردم افغانستان هم داره، جبهه نوین هم داره. وقتی که تاکید شما بر این است که هماهنگی ایجاد شده، مثلا آقای مددزایی از تجارب گذشته در مورد این گونه ائتلافات سخن زد. این گونه آقای امرالله صالحی در صفحه فیسبوک خود نوشته و میگه که تا روی اصولنامه این ائتلاف به تفاهم نرسیدن. این گونه میگن که یک نظر واحد روی این که یک نامزد مشخص از میان این ائتلاف باشه وجود نداره در میان اعضای ائتلاف. همشون میگه که همه دنبال یک پیشنهاد چر و یافتن یک فرصت هستن و هم میگه که همه میخواد که سایه مانو را به خود بیشتر بسازه و کسی را از میان خود لایق قدرت هم نمیبینن از این ائتلاف. چی گونه است؟ من فکر کنم که هنوز آقای امرالله صالحی از محتوا و متن ائتلاف آگاهی درست نداره. اونا را من دعوت میکنم که بیاین نرگپی که داشته باشن همراه ما بحث بکنن و کل موضوعات را. ولی امین نگرانی ها چقدر؟ ببینید آقای امرالله صالحی گفته که شما به حساب امو به حساب ریاست جمهوری را کاندیدش سر از امروز به ما مطرح بکنین یا به حساب پیشکش بکنین. ما روی کاندیدای ریاست جمهوری حتی بس نکردیم. امروز موضوعات خیلی مهم است. ما گفتیم که در آستانه انتخابات ولسی جرگه قرار داریم، شورای ولسوالی قرار داریم، بنبست صلب بنبست رسیده، در ناامنی کل مناطق را روز تا روز طالبا گرفته میره، در فقر اقتصادی است. روی این موضوعات ما کار داریم. ما اگر موضوع دیگه چگونه این کین ائتلاف شکل گرفته، ما میخواین که پیشنهاد چرب به دست بیارن و سایه مانور خودم بیشتر بسازم. هرگز گپ نیست. ما در گذشتم ثابت ساختی. ببینین نینمی اعضای ائتلاف را، نینمی جریاناتی که در ائتلاف عضویت دارن، اینا سازندگان به حساب حکومت وحدت ملی بودن و هنوز هم هستن. ما اونمو قدرت هم مانور را داریم، هم قدرت عمل را داریم، هم به حساب دستاورد
به حساب پیشتر خود را بر مردم افغانستان پیشکش کرده یعنی میتونه در میان اعضای یعنی نیمه ائتلاف آقای تنج کس را خود نیمه اعضای ائتلاف لایق قدرت میبینه؟ یقینا در حال هنوزم ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در حال گسترده شدن است، جریاناتی هستند، شخصیت هایی هستند که علاقمند در واقع شامل شدن به ائتلاف هستند. ضمانت تداوم این ائتلاف چگونه؟ ما به مردم افغانستان اطمینان میدیم، وجوه مشترک بسیار زیاد را با هم داریم و روی موضوعات کلی کشوری توافق کردیم، روی موضوعات باریک ما اتفاق نظر پیدا کردیم و روی چالش هایی که در افغانستان با او مواجه است راه حل های و حساب دیدگاه های مشخص خود را یک جای کردیم. بنابراین مردم افغانستان این ائتلاف را بر خود یک فرصت، بر خود یک روزنه، بر خود یک دروازه آرزو بپندارند. خدا خواسته باشه ما خود گفتهای خود را قدم به قدم در عمل ثابت کنیم. آقای مددزای، تحلیل شما و یا باور شما در مورد حرفهای آقای تنجی است این که اینا ثابت خواهد ساختن و این ائتلاف تداوم خواهد کرد؟ خوبی را میگذاریم با امتحان عملی در زمان، برای از اینکه از لحاظ استعداد خداداد انسانی هر انسان هر لحظه قابل اصلاح است. یعنی ما این چیزی که گذشته بود عرض کردیم که گذشته خوبه، ما دورنمای گذشته خوبی نداشتیم در افغانستان از ائتلاف ها متاسفانه، اما ایران به این عنوان نمیگیریم که حتما آینده هم چنین خواهد شد. منتها منتظر میمانیم با یک احتیاط لازم که آیا این ائتلاف تنها یک عکس العمل در برابر خودکامگی حکومت است و یا ایست که برای خوشبختی مردم افغانستان و نجات مردم افغانستان از وضعیت موجود هم چیزی را در عمل میتونن به نمایش بگذارن. ولی با این تشکیل که این ائتلاف شکل گرفته، شما مطمئن هستین که در عمل کار خواهد کردن اینا؟ خب ببینین، اگر ما مطمئن باشم یا نباشم این جایی نمیگیرم. تحلیل شما چی است؟ زمان با توجه به میارزیو ما عرض کردم، ببینین گذشته را دیده آینده در نظر میگیریم، احتیاط لازم با کار هست. مطمئنن گذشته روی آینده تاثیرگذار است؟ کاملا. از امو خاطر نگران باید باشیم، ولی کاملا ناامید هم نباشیم. نگرانی لازم خود باید داشته باشیم که آیا این ائتلاف، ما پیشترم عرض کردم که صرف یک عکس العمل در برابر حکومت خودکامه موجود هست، یا حکومتی که هیچ ضابطه قانونی را پابند نیست و هر آنچه دلش خواست عمل میکنه، آیا پاسخ به امی حکومت است، بدیل ازمی است، یا بدیل خوشبختی مردم افغانستان در برابر بدبختی هایشان است؟ این مهم هست برای ما که آیا برای مردم افغانستان این مهم است که کی به دسترخانشان نان میاره، کی به خانوادهشان سلف میاره؟ این مهم نیست که کی در ارگ است. بسیار کوتاه بگوین که چه وقت برنامه عملی خود شما به مردم شریک میسازن که واقعا تغییرات هم میاره؟ یقینا برنامه عملی ما بعد از اینکه اعلان موجودیت کردیم آغاز شده. ما جلسات خود را، برنامه های خود را همه روزه داریم. خدا خواسته باشه در مورد موضوعاتی که گفتیم طرحهای عملی خود را پیشکش میکنیم و مردم افغانستان اطمینان میتیم که اطلاعات برای واکنش یا عکس العمل برای نظامی که شش ماه عمرش باقی مانده به این گستردگی ائتلاف توانمند است. آقای تنج، سپاسگزارم. فرصت تمام است. آقای مددزای، شما سپاسگزار هستم. بیندو عزیز، در پایان خبر کوتاه را ببینید. خدا نگهدار. کودکی از کشور نایجیریا به خاطر داشتن چشمان بسیار زیبا و پوست تیرش توجه بسیاری را جلب کرده است. این کودک به نام جیری که 5 سال عمر دارد، زمانی که تصویر از وی توسط عکاس به نام موفا بام یا گرفته شد و در اینستاگرام این عکس نشر شد، طول نکشید که زیبایی‌های چشمان و موهای او برای بسیاری ها شگفت‌انگیز شدند. این عکاس که در زمان نشر عکس وی نوشته بود که بله، این انسان است و می توانستم کار کنم که او لبخند بزند و یا تبسم کند، اما او را به حالت طبیعیش گذاشتم تا بتوانیم او را از چشم‌های بی بی نیم